سلام، اصلا صدای رو دارید؟ دوستانی که هستن صدای من دارن؟ سلام جواد، صدای من دارن. صدا خوبه؟ خیلی خوب. تو خدا خب یکم صبر کنیم. عجیب، امروز سرد شده، نمیدونم چرا. آره موهارو زدم دیگه، کلافم کردم. خب یه 3 دقیقه بچه صبر کنیم، بعد چند تا توضیح رو من بدم. اگه شما سوالی داریم بپرسین، سوالاتتون رو من جواب بدم. من واشنگتن نیستم، نه ویرجینیا. اگه وقت باشه در مورد اون پانزی هم صحبت میکنیم. سلام به همه. لایو رو سیو کنم. باشه سیو میکنم. پیر شدم. شما خبری به باموز از بالا یه دور بخونی راحت 10 سال پیر میشی. ای بری اینا رو در بیاری دیگه ببین چقدر پیر میشی. خب بذارید با چیز شروع کنیم. با همین آخرین خبر که الان تلویزیون ترکیه تاپ ترکیه به نوعی، بحث کلاهبرداری پانزی. متاسفانه کشور ما این کشور منزویه، کشور منزوی که حالا یه سری اهدافی داره برای خودش، یه سری هزینه ها باید بده. یکی از هزینه ها باید بده اینه که نمیتونه یه مجرم ساده رو توی نزدیکترین کشور به خودش برگردونه تو خاک خودش دیگه. حالا یارو که تو آمریکاست و کاناداست و اروپاست با کشور داره چیکار میکنه، اونا دیگه جای خود داره. ولی اگه هر کی ننش قرار میکنه، پامشی میره ترکیه و اونجا یه بساط فیشینگ تا میشن وقت پیش و پانزی و سایت شرطندی و اینا هوا میکنه. زیپ کاپشن میخوره به میکروفون، ببخشت فاصله بدم. خب نمیم را برم یه بشینم. این داستان کلاهبرداری پانزی متاسفانه بخش عمده ایش هم برمیگرده به ما مردم و اینکه ما با همدیگه هم رحم نمی کنیم دیگه. الان صدا خوب شد دیگه. به طرف میگیم آقا یونیفانز و الان مثلا تو ترکیه آدماشو گرفتن و ای تو سی و نو وی تو سی و این داستان ها. میگه نه من یونیفانز نیستم، من یونیک فاینانسم. اون 2 سال داره به هم سود میده و خیلی خوبه. ما سرمایه گذاری کردیم توی نزدک آمریکا. بو آخه میمون 1000 تومانی الان نمیذارن شما تو آمریکا بیاری. چطوری تو میتونی سرمایه گذاری تو کنی؟ من الان 3 سال تو آمریکا هم هنوز حساب کتابم اینجا یه پول جابجا میشه. باید برم تمام مداری که زندگی اومدم بانک توضیح بدم که چرا پول جابجا شده. بعد تو نزدک آمریکا چجوری آخه سرمایه گذاری کردی؟ براش مهم نیست دیگه. براش اون سود مهمه، سودشو داره میگیره دیگه. 20% و نام 40% و نام چقدر رقمای خوب. و ما دیگه به پشتش فکر نمی کنیم که این پول خواه از کجا داره میاد. و البته بازم متاسفانه مقصر اصلی، یعنی اون کسی که ما رو عادت داد به این وضعیت، حکومت بوده.
شبکه بانکی ما کلن اساسش پانزیه، یعنی اینکه این سوده 30% رو کی باب کرده تو ایران؟ شبکه بانکی ما باب کرده دیگه. اصلا اینجا شما تو آمریکا بگید 30% سود بهت میخندن، اولی که مردم باور نمی کنن، ثانیا اینکه کلاهبرداریه. ببین اینجا شرکت من، اون دفعه هم گفتم شرکتی که من خودم، ببین شما اینجا باید کردیت داشته باشی، سیستم کردیت داشته باشی. سیستم کردیت رو اگه دوستانی که نمیدونن برن نباش تحقیق کنن، خیلی سیستم جالبیه. چرا تو ایران راه نمیفته؟ به خاطر اینکه اینا دزدن، مسئولین ما درصد بالایشون دزدن و از پول کثیف، با پول کثیف اینا حال میکنن. وگرنه اینا خیلیاشون آمریکا تحصیل کردن، نمیدونن اروپا تحصیل کردن، نمیدونن اینا چرا تمام دنیا سیستم کردیت داره ما نداریم. این سیستم کردیت اینه که من بعد از 18 سال کار کردن تو مملکت رفتم توی بانک خودمون 5 میلیون تومان وام بگیرم بهم ندادن. گفتم باید بری دو تا زامن بیاری فلان بیاری، ولی اینجا تو آمریکا اینجوری نیست. شما اگر یه آدمی باشی که قبضات رو مقدار پرداخت می‌کنی، آدم سالمی بودی، چک برگشتی نداشتی، دزدی نداشتی، اجاره خونه تو دادی، شرکت ها به راحتی به تو وام میدن، رقمای نجومی هم بهت میدن بر اساس اون حالا ایده تر هر چیزی که میخوای، خونه میخوای بخری، ماشین میخوای بخری، راحت بهت اعتماد میکنم. بچه من کامنتاتون رو نمیخونم، حرف هم میزنم بعد میخونم. و سیستمی داره به اسم سیستم کردیت. چرا تو ایران ها نمیفته؟ خب اونجوری آقازاده رو چجوری بتونیم، آقازاده ممکنه گیر کنه تو سیستم کردیت. الان یه کارای آخری ها کرده بودن، اعتبار سنجی و اینا، که داشتن یه حرکتی میزدن، ولی از نون شب این چیزا واجب تر واسه مملکت ما، چون میتونه جریان مالی رو شفاف کنه و میتونه این که میگن یارو اومد نمیدونم با یه دونه خونه 1000 تا خونه این بانک خرید، بعد اینجا دزدی کرد پولشو از این بانک برداشت گذاشت تو اون بانک، این خبرو نیست. شما این بازی ها نمیتونی اینجا در بیاری و فقط تو ایران این اتفاق میفته. دیدید دیگه توی برهه‌ای هم شروع شد یه سری بانک ها با مجوز رسمی بانک مرکزی سامن الائمه، سامن الوجه، اینقدر بی‌شرفن که همشون هم اسم ائمه گذاشتن، که یعنی ضربه‌ای که اینا به اسلام زدن و شمر نزدن. سامن الائمه، سامن الوجه، ملت رفتن پولا رو گذاشتن. من خودم رفتم تو بانک، همون میگفت همین امروز من بهت وام میدم 30%، هر چقدر هم میخوای بهت میدم 30% سود. اینو من ماهیانه بود، نه چقدر بود. بعد خب این کلاهبرداری پانزیه دیگه. تهش هم دیدی چی شد، نتونستن پول مردم رو بدن، مردم مال باخته شدن. بندازیم گردن مردم، بندازیم گردن حکومت، گردن کی بود بندازیم؟ همینه دیگه، وضعیت متاسفانه این شکلیه. حالا این لابلا هم یه سری بیشرف هم هستن که هموطنهای ما هن. و یه سری ادعا میکنن و مردم رو گول میزنن، گمراه میکنن. الان ما جایی برای سرمایه گذاری نداریم، خونه یعنی تو خونه بخره، این نمیدی که زمین بخره، این سرمایه گذاری نیست. بنابراین خب مثلا یه سری تایتل ها جذابه، چه میدونم بیت کوین، یارو گراف بیت کوین رو نشون ملت میده، میگه آقا نگاه کن بیت کوین اگه مثلا 3 سال پیش میخریدی الان تریلیاردر بودی. خب این هر کسی رو به تمام میندازه دیگه. بعد میگه حالا بیت کوین رو نخرا، ولی مثلا ای تو سی من دارم، این ای تو سی من همون مسیر رو داره میره، 3 سال دیگه نه بگی من ای تو سی میخوام، بیا ای تو سی بخر. بعد ملت گمراه هم میرن میخرن و شما میبینید تبلیغ ایتوسی تا روی لباس فوتبالیستای درمی هم میره. خب داریم در مورد چه کشوری صحبت میکنیم؟ کشوری که شما تو خونت زیر پتو به علم الهدا چه من بگه شبیه پاپا نوئل میان فردا صبح میبرنت، بعد شما میتونی راحت که همچین کاری بکنی؟ من نمیپذیرم. البته میپذیرم، انرژیشونو دارن جای دیگه میذارن، انرژیشونو رو مباحث کشورداری نمیذارن، انرژیشون روی میذارن که مثلا کسی به علم الهدا چیز بدی نگه. مثلا چرا این حرفا این مدلی دیگه، حاشیه حاشیه. و پول هم ارزشی نداره برای، متاسفانه برای حاکمین ما تو اون کشور پول ارزشی نداره، منابع زیاده. بعد حالا به درک که مثلا 1000 میلیارد تومان یارو دزدید برد، چه میدونم به درک چه هم چی شد هست. بعد دیگه بحثمون یکم سیاسی میشه، ولی واقعیت اینه که اینا همه با هم تلفیقه. یعنی من روزی که رو به باموز اومدم شروع کنم، واقعا هدفم این بود که بحثم سیاسی نباشه، بحثم
موضوع سواد خودمون باشه، سایبری. با فیشینگ هم شروع کردم، قرمان توضیح دادم، ولی نمیشه. یعنی جایی دیگه شما بالا میاری میبینی که بابا اینا دارین چیکار میکنن، اینا کجان؟ همزمان مثلا یارو حجابشو برمیداره 30 سال زندان براش میبرن، ولی مثلا این مرده که بیشرف رو دیدید دیگه، کی بود؟ پروفسور دکتر پرویزه نمیم چی. این پروفسور دکتر ما زیاد داریم و نماینده مجلسمون داره مدرک میخره، دیدید دیگه وایسشو گذاشتم. خب اینا چون مثلا حالا سیاسی حرف نمیزنن و مشکلی با حکومت نداره، اینا اشکال نداره مردم بچاپن بدوزن هر کار دوست دارن بکنن. ما هنوز دارم، من هنوز دارم فوش میخورم بابت کی؟ بابت جاسمی زرگانی، آبسوس، خود رو آبسوس. هنوز میگن این از مافیای خود روه. جاسمی مرد بزرگیه، قهرمان ملیه، تو داری خرابش میکنی. یارو گاز ثبت کرده، به کی بگم من؟ تو سال 2019-2020 داره این اتفاق تو ایران میفته، یارو گاز ثبت کرده به اسم جاسمی زرگانی، جدول مندلیوف یارو یه قدم به جلو برده. به کی بگیم ما اینا رو؟ ما مثلا تاریخ رو میخونیم میگیم که یه روزی تو اون کشور مثلا یه اتفاق افتاده، بعد میگیم ما پدره ما چیکار کردن؟ با خرشون مثلا برمی رفتن، با گاوشون برمی رفتن، چه میدونستن؟ شعور نداشتن و اطلاعاتی هم نبوده. الان من چی بگم که من هنوز دارم فوش میخورم بابت جاسمی زرگانی؟ میگن تو نادم پدر چای نفت داره، میخواین قیمت نفت نره پایین. حالا دیروز هم یعنی که تو توییتر فهمیده بود که ما پسته فروشیم چون کرمانی هم و این شکلی دیگه. یعنی چون با مستند هم که صحبت میکنیم متاسفانه خریدار نره و ما اگه سود کنیم دیگه مشکلی نداریم. یعنی ما واقعا دردمون سود ملت و مردم خوبی نیستیم دیگه. من خودم ایرانی هم، نمیخوام ایرانی ها رو تخریب کنم، ولی ما مردم نیستیم که خیلی بتونیم ادعا کنیم رو خیلی مسائل. ببینید نمیدونم، واقعا نمیخوام با جای مقایسه کنم، نمیدونم چی شده که ما اینجوری شدیم، ولی دارید میبینید مثلا چه میدونم منافعمون اولویتی. البته مشکلی من با منافع ندارم، ولی منافع اگر باعث بشه که تبدیل به کلاهبرداری بشه، یعنی که توجیه کنیم یه اشتباه رو، اونجاست که داریم کار غلطی رو میکنیم دیگه. یارو مثلا همین ساشا صبحانی رو شما دارید میبینید، مثال میزنم، یه مثال، این باباش اگه برید سرچ کنید ببینید که یکی از مخوفترین موجودات جمهوری اسلامیه از نظر بسیج و نمیدونم فلان و بهمان. اون بسیج اون چیزی که تو ذهنتونه ها، نه بسیج ها، بسیج هم داریم، یارو بدبخت بسیج رفیق من دارم، چه میدونم میرن خونه میسازن، چه میدونم ماسک درست میکنن، به ملت رسیدگی میکنن، اینا اونم بسیجیه. اینی من دارم میگم؟ نه، یه بسیجی دیگر دارم میگم، ایناست که فقط منافعش برده. یعنی باباشو بری ببینیم، ببین نمیشه، شما نمیتونی از اگر توی خانواده، نمیگم مذهبی، توی خانواده آدمیزاد بزرگ شده باشی، شما نمیشی ساشا صبحانی. یعنی شما نمیری چهار تا زن لخت رو کنار بذاری، لاینا عکس بگیری و بگی مثلا سایت ندن کیکی بت منو بیایید، همچیزی نمیشه. من کاری با سبک زندگیش ندارم، من میخوام میگم خروجیه یه خانواده ای که ادعا میکنی که چه میدونم خانواده صالحی، اصلا من اسلامشو ول کن. چون من الان تو آمریکا آدم میبینم که از ما خیلی مسلمان‌تر، اصلا نمیدونه اسلام چیه، از ما خانواده‌تر، خانواده‌دارتر، اصلا یه وضعی. و واقعا اگه شما مثلا مذهبی هستی، من پیشنهاد میکنم از ایران بری، جدی پیشنهاد میکنم از ایران بری. شما تو آمریکا الان راحت‌تر میتونی مذهبی باشی. بزنین از بحثم خارج نشیم. خراب کردن دیگه، اینا اسما رو خراب کردن دیگه. یعنی اینا دیگه اسم پروفسور، اسم دکتر، تو مملکت ما الان همه دکترن، دکتر، خلبان، پروفسور، سردار، دیگه قانع هم نمیشن. یعنی میخوان، همه‌شو میخواد، همه رو میخواد، میده همه رو بگیره، MBA، DBA، CBA، بچه‌هاشون هم که همه دانشگاه شریفن. و خیلی به مدارک اعتماد نکنید، متاسفانه پیگیری هم نمیشه. و اینکه من اگه وقت کنم
بازم روز بحث مدارک صحبت میکنم، یه توضیح کلی بدم رو مدارک. مثلا این کیسی که ما آخرین کیسی که ما نگاه کردیم و اگه دقت کنید خود این یارو پرویز دیوونه مهم نیسته، چون یه دیوونه است. چون شما اگه آدم حتی یه کلاهبردار باشی ولی عقل داشته باشی، اینقدر اعتماد به نفس نداری که مثلا اینجوری 10 سایت بزنی اینقدر خودت معرفی کنی. خب این مثلا کمتر خودت معرفی می‌کنی، ملت شک نکنن دیگه. نمیری مثلا بنویسی من مخترع نمیدونم جهان بودم، چه میدونم کوفی انان منو تو سازمان ملل مثلا رقصونده. ای چرت و پرتا نمینویسی، یه لولی رو حفظ میکنی. این مریضه، این باید میرفته مثلا دکتر. و تو بحث مدارک اون بخشیش مهمه که برید ببینید مؤسسه آموزش عالی مجوزدار داره این مدارک رو میده، اونجاش مهمه. مدیرش این مؤسسه، مدیرش حالا کیه برید ببینید. ایشون مدیر سازمان سنجش بوده، یعنی واقعا خاک بر سر ما. بعد میرید میگیم مثلا میرن میگن آه یه شایعاتی هست که سوالات کنکور لو میره. خب یارو اصلا مهم نیست براش، پول میخواد، پرینتی 5 میلیون تومان ملت رو داره دکتر میکنه همین الان لایو. حالا از صبح این نوایندش داره من زنگ میزنه که آقا این مال این مؤسسه نبوده، مال اون مؤسسه بوده. خب بالاخره این مؤسسه الان مدرک آقای دکتر پروفسور پرویز رو شما دادی یا ندادی؟ مال مؤسسه هادی دیگه، من لایوش هم چیزش هم گذاشتم، لاگش هم گذاشتم. حالا اون یکی مؤسسه از شما دوستر. الان این مؤسسات علم کاربردی هم مجوز چیز دارن دیگه، وزارت علوم دارن. بعد اینا میرن یه دونه اگه دقت کنی بالای سایتش هم زده با ترجمه رسمی، شما هر چی رو ببری آقا ترجمه رسمی میکنم برات، هر چی رو کاغذ بنویس من خرم، اینو ببر مترجم رسمی قوه قضاییه برات ترجمه میکنه. اصلا مهم نیست باشه که تو کجا میبری اینو، این اعتبار نیستش که. خب اون ترجمه میکنه، پولش هم ازت میگیره، مهر قوه قضاییه میزنه روش. بعد اینا چون حالا مهر قوه قضاییه خورده روش، مترجم رسمی قوه قضاییه اونو تایید کرده، اینو اعتبار میدونن. بعد خب یه سری مردم هم ناگاه نمیدونن دیگه، فکر میکنن مثلا اینو که بگیره میره مثلا اروپا مهاجرتشو میگیره، یا مثلا اگه برسه اروپا اینو ارائه میکنه باش میتونه مثلا چه میدونم مهاجرت بگیره. خب اینو باید ناظر جلوشو بگیره دیگه. کشور که تو لایو قبلی هم گفتم مشکل اینه، مشکل اینه که یه روزی ما تو غار زندگی میکردیم، بعد یه سری حوادث برامون پیش اومد، بعد بین نتیجه رسیدیم یه سری از خودمونو انتخاب کنیم، یه سری مسئولیت بهشون بدیم. مثلا گفتیم قلی بیا تو رو اونجا وایس این چوب بگی دستت، مثلا شب تو بیدار بمون، ما پول تو رو میدیم، آب تو میدیم، نون تو میدیم، تو مواظب باش مثلا شب گرگ نیاد ما رو بخوره. بعد اون قلی به مرور زمان شد پلیس. بعد همینجور دونه دونه گذاشتیم، آدم گذاشت. بعد قلی مسئولی می‌خواست، مسئول شد مثلا چنم چی. و اینجوری دولت شکل گرفت، حکومت شکل گرفت. خب یه سری مسئولیت داره دیگه، کو من داره چیکار میکنه الان رو بحث مدارک جعلی؟ چی شد؟ چی شده کشور این شکلیه؟ چرا از مدرک دادن این شکلیه؟ چرا نمادی مجلس ما باید مدرک پرینت بگیره بذاره؟ چرا اون کردانیسم و فلان و اینا خب چرا تموم نشد؟ چرا اینا شرمی ندارن؟ چرا شما یه سرچ تو گوگل میکنی همه چی میبینی؟ یارو سایت زده نوشته مدرکت میدم جوایز جشنواره بهت میدم، اختراع برات ثبت میکنم، بعد میبرم تو اون جشنواره، اونجا از بات عکس میگیرم، معرفیت میکنم به عنوان پچ که دوست داری. مثلا دوست داری بگی من الاغ نمونم، مثلا من اونجا میگم الاغ نمونه، بعد مثلا دکترای الاغ نمونم بهت میدم. الان تو همین پرویز رو ببینید، پرویز هم دکترای هوافضا داره، هم دکترای طب سنتی داره، هم دکترای کورولوژی داره. و پرویز خیلی قاطیه، اون که هیچی مریضه، ولی خب همینیم دیگه. جاسمی زرگانی خنده دارترین شد برای من واقعا الان کیس جاسمی زرگانیه. مسعود مولوی هم در مورد صحبت میکنم، جاسمی زرگانی
اون خودش داره تو گزارش میگه آقا من داشتم خلبانی میخوندم ویل کردم. بعد گزارشگره نمیگه خب میمون تو که مثلا میگی پارسال من خلبانی رو ویل کردم، چطوری از پارسال تا الان شدی دکتر انرژی گرفتی؟ خودش اینو معرفی میکنه به اون دکتر انرژی و هست دیگه، الان داره اطلاعات مردم میگیره. حالا دولت کجاست؟ اونی که ما یه روزی قلی که چوب دادیم دستش گفتیم آقا تو پلیسی، این کجاست؟ ناظر کجاست؟ یعنی این باید بره دهن ملت رو سرویس کنه، یه جماعتی رو بدبخت کنه، یه جماعتی رو ناامید کنه از خود همین دولت، یه جماعتی رو مثلا بدبین کنه و بعد مثلا گوهش که بالا اومد، ببخشید من اینجوری میگم، بعد مثلا تلویزیون نشونش بده سلطان گاز رو گرفتیم مثلا. سلطان گاز جاسمی زرگانی بازداشت شد. اصلا من درگیر چیم به قرآن اصلا نمیدونم به خدا. چیز عجیب بی خود یه چیزی که مثلا روز اول میشه دوتا با یه تلفن دوتا بزنید تو سر یارو بگی مثلا دست از کلا وردی برد و برو همون خلبانی تو بخون علادین، الان تبدیل شده به این که الان دست بهش بزنی یه چیزی برشه مثلا 40-50 هزار نفر میگن آقا کشتن قهرمان ملی رو کشتن. نمونه جواد میگه امپراتور گاز ها. نمونه این مسعود مولوی واقعا یه کیس خیلی عجیب البته، و روزی که ما در موردش شروع کردیم صحبت کردن واقعا نمیدونستیم یارو چی کار است. خب من خودم کارم سایبره، کارم هکینگ بوده تو ایران، نه هک نمیکردم من، خب حوزه هکینگ رو میشناختم. و یه چیزی خیلی من حساس میکنه استخدام هک، یعنی آگهی استخدام هک هر جا دیدین به من بگین، من دمش سرویس کنم. ما چیزی به اسم استخدام هک نداریم. اون کسی که میزنه استخدام هک آدم مریضی، آدم سالمی نیست. طرف میشه داشت مستی. آره من الان تقریبا 17-18 سالی که دارم خمرم. و حالا اینو بگم، مسعودو بگم. خب این خیلی برای من جالب شد و رفتم دیدم که خب به وساطش پهنه، دکترا دارم از امریکا، نمیدونم همه چی داشت دیگه مسعود اگه یادتون باشه. و مسعود خیلی کیس فانی بود واسه ما، چون هر روز یه چیزی هوا میکرد. یه روز میاد میگفت من آدم میفرستم اروپا، یه روز میاد میگفت استخدام هکر دارم برای اروپا. و خب بامزه بود دیگه، ولی بامزگی یه روزی تبدیل شد به یه اتفاق عجیب و مسعود کشته شد تو ترکیه. خب خیلی خوب باسه خود ما هم شوکه کننده بود دیگه که چی شد. و امروز داریم میشنویم که یعنی میدونستیم یه ارتباطاتی داره که این ارتباطات سازمانی نبود به نظر من، حداقل بر اساس اطلاعاتی که من ازش خوندم ارتباط مسعود مولوی با حکومت یه ارتباط سازمانی نبوده، یعنی نمیشه گفت مثلا این درجه دار بوده توی سپاه، ولی ارتباطش با سپاه بوده، با یه سری از سردارای سپاه ارتباط داشته و بهش اعتماد کردن دیگه. اسم نمیبرم چون نمیدونم دقیقاً کدومشون، ولی اینجوری بوده. اینجوریه دیگه تو ایران، این شکلیه. شما یه کلاوردار خوبی باشی بتونی مثلا یکی از این سردارا رو خف کنی و یه چهار تا پرزنت مسخره بهش نشون بدی و دروغ بگی بهش، بهت اعتماد میکنن. من فکر میکنم یه همچین اتفاقی برام افتاد و بهش اعتماد کردم. مثلا دیدید سردار جلالی نمونش که اومده بود گفته بود ما ویروس استارس رو پیدا کردیم. مثلا این سری تایتلا تو ایران جواب دیگه، پول توشه، آمریکا، مثلا آمریکا ما حمله کرد و ویروس انداخت به جونمون، این حرفا. بچه سوالاتتون من نمیخونم، اگه سوال دارین سم کنین آخر من چیز میکنم. و اینکه تا اینکه آخرین خبری که از مسعود گرفتیم این بود که دیدید توی لبنان و سوریه ابراهیمی میگفتش که این بازجوی ما بوده. من فکر نمی‌کنم که بازجوی اینا بوده، ولی اونجا بوده، بودنش که احتمالاً بوده، ولی مسعود دیدید دیگه خود هر آشی میکرد خودش رو و احتمالاً چون بهش اعتماد داشتن عجایی هم راش میدادن و اونجا هم رفته گوازی در آورده و خود هر آشی از خودش نشون داد و اینا. من بازجویش به خودش نشون نمیده به شما که اینجوری راحت دیده بشه. و اینکه کیس جالبیه مسعود، جالبی بود و فکر میکنم هنوز حالا ازش خواهیم شنید. من روش کار نمیکنم دیگه،
ولی فکر میکنم که چیزای بیشتری ازش خواهیم شنید. دیگه اینکه خب سوالاتون رو من بخونم، سوال دارید بپرسید، منم یه استراحتی بکنم چون میخواستم در مورد اپ سازمان بهداشتم صحبت کنم. امین فردین، بابا امین فردین رو ولش کن تو رو خورم. امین فردین ببین یه چی بگم بشم، لیبلش یه لیبل ببخشید تو لایو اینو میگم چسخوره، یعنی دو زار پول بریز جلوش یه ذره منافع اینجا داشته باشی میچسب، سریع هم رو شکل عوض میکنه دیگه، دیدید سایت شرط بندی هم براتون زد، صبح زور شب یارو فوش ناموس میداده تک تک اینا که نمیدونم اینا کار دخترن هم تجارت هم پول شویی هم فر هنوز پستاش هست، بعد که اون یارو رفیقش زد این هم سریع بوده بوده رفت انداخت. نمیشه دیگه، شما از آدم ها بوت نساز آقا جان، الان اصلا اسم فامیل منم نمیخواد شما بدونی، شما مطالب کانال رو بخون، هر جی که احساس کردی من دارم دروغ میگم و وای نمیستم پاش، الان امیر فردی بگو بیاد لایو با من در مورد کلاهبرداری صحبت کنه، به خدا نمیاد، من که حوصله‌شو ندارم، ولی شما برو بهش بگو، هر کی باشه ارتباط داره بهش بگه، نه اسم منو میاره نه تو لایو من میاد، ولی هر کسی که با من منطقی مشکلی داره و فکر میکنه مطلبی که من نوشتم صحیح نیست بیاد درمش صحبت کنیم، مشکل ندارم من، و من دنبال فالوورم نیستم، همون تعدادی که به نظر من تاثیرگذار هستن و میتونن این مطالبو شاید یه جایی بتونن استفاده کنن ازش و مفید باشه براشون، از من کفایت میکنه، من حس خوبی دارم با این کار میکنم، یه واسه روانی داخلیه دیگه. بعد اینکه چرا بهش گفتم خوک شطرنج، به خاطر امین فردین آخه توی تاریخی اومد مثلا بامزوازی در بیاره، سایت یکی دو تا سایت دولتی توی ایران شروع کرد دیداس کردن، من نمیدونم جرایم سایبری داستانش چیه که من بعدا دهن سرویس به موقع فعلا گیر حقوقی دارم نمیتونم، و شروع کرد مثلا حالا خیلی هم دیدی که مثلا یه دوتا خط یه چیزی میفهمه دیگه، شروع کرد فکرم چیزاش هست، من اسب شطرنجم، من مثل اسب شطرنج یه ذره چی یک کم اطلاعات میدم. بعد دیگه نیم ساعت تایم دارم، آها اوکی راست میگه تایمم داره تمام میشه، و این همین که گفت من اسب شطرنج هم یکم اطلاعات میدم، ما دیگه کردیمش خوک شطرنج و تو لایو قبل در مورد صحبت کنیم، ولش کن چیز مهمی نیست. آرمین راد، مثلا آرمین راد هم یه بدبخته دیگه، خودش آدم بدبختی ها، ولی خب یه سری آدم زینف ان اینا رو باد میکنن میدازن به جون مردم، و این آرمین راد حالا ولش کن چیز مهم نیست، خودش آدم مهم نیست، هک سالومه هر کسی ممکنه هک بشه، چیز مهمی نیست، و اینکه ماهان تیموری هم در مورد صحبت کردین چیز خاصی نداره، مسابقات اینستاگرامیشو چیشو جارو کنم دیگه، مردم دوست دارم اینا شرکت میکنن دیگه، چیکارشون کنیم، مگه چقدر ما مثلا مخاطب داریم، مخاطب عمومی نه که نداریم، مخاطب عام که نداریم که بگیم نرید شرکت کنیم، میره شرکت میکنه چیکارش کنیم. آها بذار من دو تا مطلب بگم، یکی در مورد این نریمان غریب و این چیزی که گذاشته، پستی که امروز گذاشته، ببین حرف اگه علمی باشه من هستم، ولی حرف اگه علمی نباشه مغرضانه باشه من نیستم. الان ما یه مشکلی داریم به اسم کرونا، این مشکل یکی باید حل کنه، یکی باید مدیریت کنه و ما باید همدلی کنیم باش. خب الان شما بالاخره دولتت کیه؟ اینا رو قبول نداری؟ اشکال نداری، ولی فعلا دولت دست اینا هست یا نه؟
اگر اینا دارن جاسوس افزار رو بهت میدن، اگر اپشون جاسوسی داره میکنه، بیاس مستند بگو این اپ داره جاسوسی میکنه، من پایتم دیگه، خودم اولین نفرم که اینو باز نش میکنم. یارو اومده اپو بررسی کرده، میگه این اپو ما چون بررسی کردیم دیدیم اینو راهکار سرزمین هوشمند داره میده. خب راهکار سرزمین هوشمند یه شرکتیه که مورد وسوقه برای آقایان، چون مثلا تلگرام طلایی داشته، الان یه اپش هم بدافزاره. ببخشیدم کرونا ندارم ولی مریضم. بعد اینکه کل مثلا تحلیلی که کرده اینه که این اپ داره اطلاعات موقعیت مکانی شما رو میفرست، و چون شماره شما موقعیت مکانی تو داره میفرسته، پس دولت داره از شما جاسوسی میکنه. آخه چی میگه شما مثلا؟ یا میدونی اون که میدونه که داره چرت میگه، ولی خب مردم نمیدونن دیگه. مردم متاسفانه الان جمهوری اسلامی اینقدر خودشو بی آبرو بی حیثیت کرده، بی اعتبار کرده، که هر شایعه رو شما درست کنی به راحتی جواب میده. یعنی الان من هر شایعه‌ای درست کنم، این کافیه مثلا برد شایعه رو یه جوری بذارم که همون لحظه نیاز مردم سری میپیچه دیگه. وگرنه لوکیشن شما رو آقا جان اگه پلیس بخواد بفهمه، با ست بی تی اس همزمان تا سانتی متر تو میتونه بفهمه. شما تو ایران زندگی نمی کنی، نمیدونی تو هر محله وزارت اطلاعات خانه ام داره، تازه اطلاعات سپاه هم داره. شما تو ایران زندگی نمی کنی، نمیدونی شما رو موبایل دیتابیسشو داره، کلن ما ست اپراتور داریم، هر ستاش هم تحت کنترله. آخه من نمیدونم، انگار مثلا سوئیس داریم زندگی میکنیم که حالا مثلا یه اپ داره ناقضه، نمیدونم حریم شخصی ماست. یه لوکیشن داره میفرسته دیگه، شما لوکیشن تو میفرستی، چهار تا سوال هم ازت میپرسه بر اساس اون چهار تا سوال، که اتفاقا ما یه نمونه معمولیش هم توی گروهی که از بچه انجام داده بود و شبیه بود به دیتایی که وزارت بهداشت داره میده بیرون، میتونه از رو اون یه فرامانی پیدا کنه و انشالله که از اون دیتا استفاده کنه ها، من نمیدونم، انشالله که استفاده کنه. ولی اگر استفاده کنه اون دیتا دیتای بدی نیست، چرا ما تکنولوژی استفاده نکنیم؟ تمام دنیا دارن این دیتا گدرینگ رو انجام میدن، تا به مثلا جمهوری اسلامی رسید، اونم الان ما بگیم چون جمهوری اسلامی بد است پس اپش هم بد است. نه، همچین چیزی نیست آقا جان، این اپ جاسوس افزار نیست. اطلاعات مکانی شما و شماره موبایل شما هیچ ارزشی نداره اگر کانکت نشه به دیتاهای دیگه. یعنی شما اومدی اون اپو من نشون دادی، گفتی این داره اکسپلویت میکنه و داره مثلا اکانت توییتر من رو هم میفرسته، اون موقع من میگم بله. ولی الان داره میگه سرفه میکنی یا نمیکنی، میگه تو میگی نه نمیکنم، اینو میفرسته برای مثلا وزارت بهداشت، حالا این داره جاسوسی میکنه، مثلا وزارت بهداشت میفهمه شما مثلا در کرمان سرفه نمیکنی. خب این دیتا توی کلانش مثلا تو 10 میلیون دیتای خیلی خوبی، الان میتونه دولت کمک کنه تصمیم گیری درستی بکنه. خب ما چرا الان نباید کمک کنیم به دولت؟ نمیگم کمک کنیم به دولت ها، درست رصدش کنیم، حرف چرت نزنیم، حرف دروغ نزنیم دیگه، شایعه پراکنی نکنیم. اگه حرفی داریم درسته، اگه اون در کار غلطی میکنه ما جلوش وای میستیم، ولی اگه کار غلطی نمیکنه یارو میگه آخه چرا اپ ساخته، چرا مثلا مثل تو چین مثلا فلان کارا کنه کرده. آقا جان این اپ میتونه یه اپ کم ارزشی باشه، ولی نمیتونه جاسوس افزار باشه. این دو تا حرف متفاوت. و اینکه چون لزوما ارزش خیلی آنچنانی برای شما نره و جاسوس افزاره، نه، یا مثلا چون میدونم وصلش کرده به جهرم، این گفتمان جهرمی بازجوی اطلاعات بوده، اینقدر جوابه، اینقدر باحاله، یعنی شما اینقدر راحت میتونی مثلا مردم رو الان رو فکر مردم سوار شی با اینکه جهرمی مثلا تایتل رو بذاری جهرمی بازجوی اطلاعات، بعد دیگه پایینش هر چی دوست داری بگو، ملت سریع اینو ریتوییت میکنن، حال میکنن باش. نه آقا جان، من آقا جان نجمرسیم خوشم نمیاد، ای خوشم میومد الان آمریکا نبودم، دست زن بچه‌مو نمیگرفتم توی با بدبختی خودم به یه کشور دیگه برسونم که زندگی کنم توی یه کشور دیگه تو سن 40 سالگی. جمهوری اسلامی باید خیلی تغییر کنه و به منم ربطی نداره تغییراتش، مسئولیتی هر کسافتکاری هم که داره میکنه با خودشه، ولی دروغ نمیتونم بگم آقا. و خیلی دوست دارم دهن جهرمی رو سرویس کنم، هیچ کس بنزه منم در مورد جهرمی ننوشته، ولی جهرمی تلاشو داره میکنه تو هر حوزه، تلاش حداقل تو حوزه ارزش افزوده تلاشو کرده،
من نمیتونم ایرادی بگیرم آقا، من تو اون کشور مدیرم بودم، میدونم که هر مدیر یه ظرفیتی داره، تو اون کشور شما نمیتونی هر کاری بکنی، شما جلوی کارتل ستاد اجرایی فرمان امام نمیتونی آقا وایسی. یک جایی دولت سایه با این براندازه و مناچم اپوزیسیون تو یه مسیر بود، کجا؟ اونجا که جهرمی به بازجوه، یعنی تا جهرمی در مورد عرشه افسود و جلوی این دزدار رو گرفتن یه ذره تکونی خورد، شما دیدی هر روز براش یه دونه پاپوش درست کرد. نه پاپوش که نه، هم اتفاق معمولی، اصلا میگیم راست گفتن، ولی چرا تموم شد؟ چرا برای بقیه مدیرها در نیومد؟ چرا ما در مورد مرداد بسپاش اینا رو نهاریم؟ یه روز اومدن گفتن چم خواهر خانمش اینجوری ها، یه روز اومدن پدر خانمش، ما دیدیم به جای دوتا دکل بالا خونه سه تا دکل داشت. توش آبدار چی توی وزارت خونه مرد حسابی سه تا ماشین داره. من اینا رو نمیپذیرم، استارتش رو زد ولی زورش نمیرسه و نخواهد رسید. خب حرکت شو کرد، ولی نمیتونیم بیان بگیم جهرمی بازجوه. شما اگه امین رفته باشی میفهمی که بازجو تو هیچ وقت نمیبینی، هیچ کس هم نتونسته همچه سندی رو بیاره بیرون. دفاع نمیکنم ازش، میخوام بگم این حرفا، این تایتلا جواب میده، متاسفانه گول این تایتلا رو نخوریم، حرف درست رو بشنوین، تحقیق کنین در مورد خبرهایی که میشنوین و فکر کنین در موردش دیگه. همین علی نوین هم پاک یکی این پک فروش هست دیگه، چی بگم در موردش؟ دکتر رازمندیان موفقیت رو میگه، نمیدونم باید بیشتر نماش بخونم و فکر میکنم در مورد هم جهرمی واجه اطلاعاتی سنی. حالا مثلا جهرمی بعد به هر کار کنه شما فوشش میدین. شغل سختی داره به درک، چی کار کن فدا سرم. ولی من نمیرم همینجوری دایرکت بهش فوش بدم که آقا ببین ما یه سری دوز داریم و یه سری مسئول داریم. مسئوله تا زمانی که مسئوله ما بهش تذکر میدیم. الان جهرمی تو حوزه عرشه افسود، من دارم هنوز براش مستند توی توییتر میزنم، تگش میکنم، چون داداشش هم دارم این کارو میکنم. نه من دارم بار گناهانش رو سنگین تر میکنم، فوشش نمیدم، چون فوش دادن که چیز مهم نیست. شما از صبح تا شب به جمهوری اسلامی فوش بده، چیکار کردی؟ چیو تکون دادی؟ چیو بهتر کردی؟ کیو زیر سوال بردی؟ ولی برو تحقیق کن، با سند بنویس که آقا این شرکت داره این کارو میکنه. الان متاسفانه به خاطر اخبار کرونا خبرهای شرکت پرهام محو شد، دیده نشد، ولی ادامه میدیم در موردش. برید ببینید شرکتی که 5 ساله با 13 شرکت زیر مجموعه داره کار عرشه افسوده میکنه. همین یکی از پایه های توسکا بوده تو عرشه افسوده، ستاره کوف مربعا بود، تلویزیون، شرکت که حتی مراجع اعلام کردن قمار بوده کارش. بید ببینید اسناد داخلی شرکت چون دارم الان دارم منتشر میکنم، بید ببینید کجا رشوه داده، بید ببینید شرکته کلن کار ساختمان سازیه، ساختمان میسازه، پول شما رو میگیره عرشه افسوده باش ساختمان میسازه. یعنی این پوله هیچ وقت تبدیل به کار و پیشرفت و چه میدونم هر چیزی، جلو بردن اون صنعت آیتی و اینا نمیشه، ساختمون میشه واسه آقای. خب اینا رو کی میدونه؟ اینا رو ممکنه جهرمی بدونه ها، ولی جهرمی هم شاید نخواد کس دیگه بدونه. ولی من کسی هم که سعی میکنم یه کاری کنم که هم جهرمی بدونه اگه نمیدونه، هم بقیه بدونه. ایشون نوشته شما چه ارتباطی به جهرمی دارید؟ ما هم هر دو تامون انجاییم، محمد جورجندی و محمد جواد جهرمی، ارتباط دیگه ای نداریم. تو توییتر هم لایکش تا الان نکردم، ولی نه یکی دو بار لایکش هم کردم، خودش فالوش هم میکنم. چه ارتباطی آخه من با جهرمی دارم؟ چی میگی؟ اما رئیس جهرمی هم ارتباط نداشتم، چه با خود جهرمی. بسیار خوبیه، نظر منه دیگه، من دارم میگم. ولی هم یه تیکران من کات میکنم، یعنی جورجندی اعتراف کرد که کارمند بازجوی جوانه. چی میگن به جهرمی؟ بازجوی جوان. نزار زکار به ویدیوشو ببینید، یارو بدبخت نشوندن، به زور میخوان بگن جهرمی بازجوه، اسم جهرمی رو بلد نی، رو کاغذ میخونه. آخه شما تا حالا کلانتری رفتی؟
اگه تو کلانتری رفته باشی میبینم یادت نمیره اسم اون سرنگه رو یا اون سروانه رو، هر کی که تو کلانتری گرفته تا امین تو بری اسم بازجوت یادت میره. من 37 روز امین بودم، تازه منو برده بودن که فقط ببینم، نبرده بودن اذیتم کنن. صحنه صحنه و لحظه لحظهش یادمه. بعد نظار زکا بعد نخونه آقا، گول این چیزا رو نخونه. جمهوری اسلامی بد است، باید شما خودتون خیلی کاراتونو بکنین، باید مراقب باشین. متاسفانه توی بدن اینا تعداد دزدا از دو آدمای سالم خیلی بیشتر شده، نمیدونم قبلا چه جوری بوده ولی الان خیلی بیشتره و نقشه میکشن به مردم واقعا. و ولی گول هر حرفی رو هم نخورین دیگه، کم فکر کن. بله امکان فیشینگ بازم هست. سوال کردن که با سیستم جدید بانکی این رمز پویا بازم امکان فیشینگ هست. بله چرا نباشه، فیشینگ هیچ وقت تموم نمیشه. فیشینگ کلاهبرداری بانکی رو تمامی نداره، ولی قصه این بود که من یه توضیح قبلا دادم که اون چیزی که قبلا ما تو ایران شاهد بودیم خیانت شبکه بانکی به کشور بود، اصلا چیزی به اسم فیشینگ نبود. یه جوان 16 ساله پامش میاد فیشینگ میکنه، آیا همه جوانای 16 ساله ما دزدن؟ نه، جوان 16 ساله چند بلوغ جوانی و نمیدونم این ذهنیت ها، دوتا فیلم هکری هم دیده و پولم میخواد و یه صفحه فیشینگ میگرفت دستشو باش فیشینگ میکرد. خب اینو این دزده، اون دوز اون بیشرفیه که توی شبکه بانکیت سالها مدیر بوده، با سه بار کارانه یه میلیارد تومانی در سال و یه دونه فیشینگ ساده رو، یه دونه پیامک ساده رو، رمز یه بار مصرف رو ران انداخته، اون دوز بوده، اونا خائنن و این جوان 16 ساله گمراهه. اینم اینقدر دیگه آشور شد که جلوشو گرفتن و هفته 1700 تا پرونده دیگه نصف تهران ریخته بودن دم دادسرا. نمی کنن دیگه، من نمیدونم چیکار میکنه. الان فساد داخلیه آقا، فساد داخلیه، فساد بیرون دنبالش نگرد، تو آمریکا دنبالش نگرد. یعنی حتی این قمار بازار که داری میبینی، آقا شما من میگی که ما توی یک کشور جلوی فرشید امیر شقاقی که یه دونه پارسی گرام ساخته و شبکه شتاب کارت به کارت ما رو شبیه سازی کردن رو نمیتونیم بگیریم؟ خنده دار نیست؟ عبدالمالک ریگی رو هوا میگیرن آقایون، اینو نمیتونن جلوش رو بگیرن. پول داره میچرخه عزیز من، پول داره میچرخه، پول خوبی هم داره میچرخه. خب دوستان دارن میگن که ده دیگه پول خوب که میچرخه که 80 درصدش رو شما نمیبینی، 80 درصدش تو ایران میچرخه. سیستماتیک نیست، من نمیتونم قبول کنم سیستماتیکه، ولی ما هممون دنبال منافعمونیم. یعنی اون آدما که از ما اند دیگه، از کجا اومدن؟ اونا مثلا تولیدی ماه نیستن که، اونا ایرانی هم دیگه. موقعی که یارو هیچ کار است تو خونش داره سود میگیره، من براش توضیح میدم آقا فامیلمونا دوزی میدم، میگم این سودی که تو داری میگیری اینا پول یه بدبخت دیگر رو گرفتن به تو سود میدن، این سود پول تو نیست. به من میگه به تو چه، من 4 سال دارم سود میگیرم، از پولم هم بیشتر گرفتم تا الان، خیلی هم خوب بوده این شرکت. خب این اگه مثلا فردا مدیر بشه میخواد با ما چیکار کنه؟ چی بگم؟ خب 8 دقیقه دیگه وقت دارم بچه، من یه نگاه کنم سوال های مهمتون چی بوده. شرکت بادران و شرکت دیگه اینا که مجوز دارن من نظر دماشون نهارم، مجوز داره مسئولیتش با اون کسی که مجوز داده بشه. اگه بده وضعیت کار تو آمریکا چجوریه؟ خوبه. بعد بچه ها یکی از دوستان دوباره تاکید داره که جورج این تو پرونده درخشانی. آقا من بازم میگم از آدم ها بوت نسازین،
هر مطلبی که حتی توی وب‌آموز می‌بینین رو وریفای کنید. هیچ چیزی رو من منتشر نکردم که برای سند نذاشتم، یعنی بابت من خیلی چیزا شنیدم، مثلا یارو اومده برام قصه تعریف کرده ولی منتشر نکردم، خودی سندشو ندارم. هر چیزی رو که می‌بینید یاد بگیرید، سرچ کنید، سند پیدا کنید، بخونید، وگرنه میره تو پاچه‌تون شدید. خبری از سوال شهیدی هم ندارم، نه خبری ازش نیست. بدونی که کی درست میشه ایران به عمر من تو قد نمیده، چون بعید میدونم ما 10 تا انقلاب هم بکنیم چیه توش در بیاد. بهزاد میگه من ازم تو کافینت شما میامدم، جوان بودیم. آره نه کجا شروع کردیم؟ مدرک پولی معتبر کجا میدن؟ نمیدونم. مارلبورو گولد چنده؟ من 4 سال سیگار نمیکشم، نمیدونم. میخواد بیاد آمریکا چیکار کنه؟ دانشجویی سریع ترین راهشه برای اومدن. برو یه زبان، یه تافل 85 بگیر، دانشگاه ثبت نام کن، بیا. به وزیر نمیخوام چیزی بگم، به وزیر میخوام بگم مسئولیتت هر روز داره بیشتر میشه. خدا رو شکر که من جای تو نیستم، خدا رو شکر من جایی هم که با قور زدن سر تو میتونم آروم شم. همین مسئولیت داره دیگه، مسئولیت سنگینی داره. دوره جدیدم جو دوره آموزشی واقعا وقت نمیکنم بذارم. ایران کوین ما اینم یه دزده دیگه، در موردش صحبت کردیم دیگه، متاسفانه فیل کردن دیگه. خب تایم چقدر داریم؟ فکر کنم تایممون دیگه خیلی کمه. تمام، خیلی خب بچه مراقب خودتون باشید، من لایو رو سیو میکنم. بازم تأکید میکنم حساس باشین به اطرافتون و مطالب رو ویریفای کنید، کار سختی نیست. سرچ کنید، همینجور قبول نکنید میگه مثلا جورجندی گفت پس درست گفت، نه حتما اگه فکر میکنید که عجیب غریبه برید سرچ کنید. این که یه نکته خیلی مهمه دیگه بگم، این که من نه اپوزیسیونم نه پوزیسیون. بسیار دوست دارم منو بچسبونم به این بر، منو بچسبونم به اون بر، نه من تو حوزه سایبری دارم حرفام میزنم و یه بخشش یه جوانی سیاسی میشه، نظر سیاسی رو سعی میکنم خیلی نگم، ولی خب حرف درست رو میزنم. هر کی حرف غلط رو بزنه میگم، حالا نمیگم نه این چون مثلا اپوزیسیونه نگیم مثلا، یا مثلا چند فلانیه اشتباه داره میگه دیگه، دروغ داره میگه یا داره اشتباه میگه، اشتباه یا بکنه خب بهش میگم، ولی اگه دروغ داره میگه دیگه بدتر. و اینکه شبتون بخیر دوستان، بعدم سعی میکنیم لایو بیشتری بذاریم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.